سخنران بعدی نویسنده منتقد و سردبیر مجله تخصصی شعر وزن دنیا آقای علی مسعود نیا. سلام خدمت حضار محترم دوستان عزیز اهل ادب و هنر، سلام ویژه دارم خدمت استاد عزیزم آقای علی باباچاهی. مایه خوشحالی و مباهات منه که در چنین رویدادی فرصتی در اختیارم قرار داده شده که در مورد ایشون چند کلمه ای صحبت کنم. قطعا در مورد شعر و تأثیر علی باباچاهی بر ادبیات و نقد امروز ایران بسیار گفته و نوشته شده و در چنین رویدادهایی حتما دوستان بسیار فرهیخته تر از من حتما بیشتر هم خواهند گفت. اینه که من یک نکته در مورد زیست هنرمندانه علی باباچاهی همواره گوشه ذهنم بوده و بسیار همواره برای من محترم، عزیز و آموزنده بوده که سعی میکنم تو این چند دقیقه که وقتتون رو میگیرم در اون مورد صحبت کنم. لابد به خاطر دارید که زنده یاد گلشیری در یکی از شب‌های شعر گوته خطابه‌ای ارائه می‌کنه با عنوان جوانمرگی در نثر معاصر فارسی و طی اون خطابه به این اشاره می‌کنه که بسیاری از نویسندگان ما که نام‌های بزرگی هستند، درخششی دارن، نبوغی دارن، با خلاقیتی وارد عرصه میشن و موفق میشن که خودشون رو به نوعی در ادبیات داستانی تثبیت کنن، بعد از مدتی متوقف میشن، روند رو به جلوی خودشون رو ادامه نمیدن یا بعضیا کاملا از این عرصه کناره گیری میکنن، حالا خواسته یا ناخواسته. من همیشه وقتی به علی باباچاهی فکر میکنم به این میاندیشم که چه شد که این چهره به عنوان یک شاعر پاپ که همه بشناسنش، کتاباش رو خیلی خیلی مثلا به شکل کتابای پرفروش و بستلر در بیاد یا کتاب بالینی آدم ها بشه، چرا هیچ وقت همچین سرنوشتی براش رقم نخورد؟ و دلیلش رو در این میبینم که او هرگز حاضر نشد که متوقف بشه و اینکه هنوز هم قشر الیت و اهالی جدیتر شعر و ادبیات او رو میشناسند و به او اهمیت میدن و کاراش رو دنبال میکنند، این ثمره همون فداکاری است که در این مسیر داشته. میدونیم اون از نسلی برمیاد که بسیاری از شاعرانش شاعران بزرگ و محبوب و همه پسند به نوعی در عرصه ادبیات ما هستند و علی باباچاهی با وجودی که برآمده بر اون نسله، برخلاف بسیاری از اونها که میگم شاعران خیلی بزرگ ما ممکنه بینشون باشن، ولی اگر نگاه میکنین علی باباچاهی روندی همانند اونها رو در پیش نگرفته. بسیاری از اونها به یک نقطه زیبایی شناسانه، به یک نوع بافت زبانی و یا به یک نوع جهانبینی و حتی مضمون مداری خاص که میرسن دیگه متوقف میشن و سالیان پرشماری از کارنامهشون رو در همون عرصه سپری میکنن. ولی وقتی ما حتی یک گزینه شعر از علی باباچاهی دست بگیریم و ورق بزنیم، کاملا میبینیم که روندی خلاف این داشته. یعنی هرگز با جریان غالب که همراه نشده، هیچ به تثبیت هم تن نداده، مدام در پی کشف زبانهای تازه تر، افقهای نوتر و بروز کردن خودش در عرصه تئوریک و در عرصه اجرای شعر هستش و مدام این رو توی کارنامهش ما میتونیم به عینه ببینیم. این خصلتی که در حقیقت نوعی تجربه گرایی و بیقراری توامان هست، در کارنامه علی باباچاهی واقعا منحصر به فرد، خصوصا در نسلی که او ازش برمیاد و خیلی راحت در یک نقطه متوقف میشه و همه چیز رو تمام شده میدونه و باز تازه با نگاهی از بالا نسل‌های بعدی رو نگاه میکنه. این پویایی عزیزی که در کارنامه علی باباچاهی دیده میشه به نظر من بسیار بسیار آموزنده است و فکر میکنم همین یک خصلت برای ماندگاری مداوم او در عرصه ادبیات ما کفایت میکنه. ضمن اینکه این تجربه گرایی بدون ثمره هم نبوده، یعنی هر بار ثمره های بسیاری داشته. او به یک رسیدن به یک نوع زیبایی شناسی خاص و یک بافت زبانی خاص تن نداده، در یک عرصه تئوری خودش رو اسیر نکرده، به یک حوزه مضمونی بسنده نکرده و مدام خودش رو ارتقا داده و ارتقا داده و ثمره این ارتقاش در حقیقت به شعر امروز ایران هم کمک کرده و
به نوعی میتونیم بگیم بهش خوراک داده. از این منظر من فکر میکنم با یک آدم استثنایی در عرصه شعر امروزمون و شاید ادبیات امروزمون طرف هستیم، خواسته این که عزیزان میدونن که بسیاری از شاعران ما به نوعی میتونیم بگیم نان رسیدن به زبان خاص خودشون رو میخورن که سالیان سال با یک زبان شعرشون رو ادامه میدن، با یک ساحت زبانی، ولی علی بابوچه این رو هم در حقیقت نمیپذیره و مدام تجربه های زبانی متفاوتی هم داره فارغ از مسائل تئوریک، فرمی و اجرایی در عرصه شعر، و این بروز شدنش با زمان پیش اومدنش به نظر من خصلت بسیار بسیار بزرگیه که بعدها حتما بایستی بیشتر و بیشتر و بیشتر در موردش سخن گفت. امیدوارم همین روند رو ایشون ادامه بدن و همچنان ما در محضرشون تلمس کنیم و باز هم خیلی خیلی سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من قرار داده شد که این چند کلمه رو خدمتتون ارائه کنم. سایه آقای بابوچایی هم بر سر ما مستدام باشه. خیلی ممنون از آقای علی مسعودی نیا. آقای بابوچایی صحبت‌های شما رو می‌شنویم در مورد صحبت‌های ایشون. بله، عرض کنم که آقای علی مسعودی نیا، من سال‌های پیش می‌شناسم. ایشون خیلی سال پیش یک مقاله‌ای درباره من نوشت تحت عنوان گلادیاتور اخموی تنها، که خود این عنوان به اصطلاح چیز خودش قابل تأویل است، میشه یه جورایی چند معنایی است، ولی منظور در اون مطلب مقصودی که ایشون نوشته بودن مشخص میکرد که با فردی روبرو هست که به زعم ایشون که ظاهراً اخمو هست، گرچه بعداً در پایان مقاله می‌نویسد که گاه اگر حواسمون جمع کنیم می‌بینیم چنان قهقه‌هایی سر می‌زند که بیا و مثلا تماشا. بنابراین از همون زمان‌ها ایشون توجه به شعرهای من داشتن و دیدم در این برنامه که الان صحبت کردن در واقع اون نکات محوری مقاله که الان اسمش بردم را در این مبحث گسترده کرده بودن، مدلل کرده بودن و در این حال متذکر هم شده بودن که ای کاش این جستجوگری هیچگاه متوقف نشود. به هر صورت از ایشون تشکر میکنم فراوانا. خیلی ممنون از توضیحات شما آقای بابوچایی و آقای علی مسعودی نیا.
بشنوید.